احتمالاً میدونین کارتایی که تو فوتبال استفاده میشن زرد و قرمزن، ولی اخیراً بحثی مطرح شد که ممکنه یک کارت دیگه رو به بازی اضافه کنه، کارت سبز. ولی سوالی که پیش میاد اینه که کارت سبز چیه و چرا تو فوتبال وجود نداره؟ بعضی از کارشناسای فوتبال تصمیم گرفتن کارت سبز رو به دنیای فوتبال معرفی کنن، ولی مشکلی که وجود داره اینه که اون کارشناسا به یه نتیجه واحد نرسیدن که کارت سبز برای چه اهدافی باید مورد استفاده قرار بگیره. بعضیا میخوان درست مثل کارت زرد و قرمز، کارت سبز برای مجازات رفتارهای نادرست بازیکنها باشه. بعضی دیگه میخوان این کارت به عنوان جایزه رفتارهای شایسته بازیکنها در نظر گرفته بشه. سال 2016 اولین سالی بود که کارت سبز برای اولین بار تو سری B مورد استفاده قرار گرفت. کریستیان گالانو اولین بازیکنی بود که به خاطر کمک به داور مسابقه مارکو مایناردی تو تصمیم گیریهاش کارت سبز دریافت کرد. تیم گالانو ویچنزا کالچو یه کورنر نصیبش شد، ولی گالانو به داور گفت این کورنری که براشون گرفت درست نبود و توپ باید در اختیار تیم حریف قرار بگیره و همین اتفاق هم افتاد. از اونجایی که یه حرکت جوانمردانه بود و گالانو از خودگذشتگی نشون داد که کمتر از فوتبالیستا میبینیم، مارکو مایناردی تصمیم گرفت با یه کارت سبز این حرکتش رو جبران کنه. البته یه کارت سبز فیزیکی نبود و به صورت نمادین این کار رو انجام داد و یه جورایی کارت نامرئی بود. دو سال بعد و تو جام جهانی کنیفای 2018 کارت سبز مورد استفاده قرار گرفت، ولی مفهوم کاملا متفاوتی داشت. برای اینایی که کنجکاویشون گل کرد باید بگم کنیفای مؤسسه فوتبال مستقله که برای اونایی که عضو فیفا نیستن مسابقه برگزار میکنه. تو اون تورنمنت کارت سبز برای چند تا از بازیکنها مورد استفاده قرار گرفت، ولی این دفعه برای تشویق رفتار جوانمردانه‌شون نبود، بلکه برای بی احترامی هایی بود که از خودشون نشون دادن. طبق قوانین کنیفا کارت سبز به این منظور وارد دنیای فوتبال شد که مسئولین برگزاری مسابقات در جواب بی احترامی ها با این کارت واکنش نشون بدن. اونا فکر میکنن بی احترامی ها مجازات دارن، ولی کارت قرمز برای اینطور رفتارها یه خورده زیادیه. کارت سبز تو این بازی ها به این معنیه که تیمی که بازیکنش این کارت رو دریافت میکنه برای ادامه بازی نباید از همون بازیکن استفاده کنه و به جاش میتونه یه بازیکن دیگه رو به زمین بفرسته. اینطوری از شدت کارت قرمز هم کمتر میشه. برعکس سری بی این دفعه این کارت سبز واقعی بود و به بازیکن نشون داده شد. فدراسیون فوتبال ایرلند هم از فیفا درخواست کرد که میخواد کارت سبز رو وارد مسابقاتش کنه و گفتن هدف اصلی معرفی این کارت جدید اینه که از بازی جوانمردانه حمایت کنن و کارت سبز تبدیل به انگیزه عالی برای بازیکنایی که جوانمردانه بازی میکنن بشه. البته اونا تصمیم گرفتن یه چیز دیگه رو هم بهش اضافه کنن. این کارت به صورت انفرادی به بازیکن‌ها داده نمیشه، بلکه به کل تیم داده میشه. اینطوری نه تنها کل تیم باید بازی جوانمردانه رو رعایت کنن، بلکه باید به عنوان تیم در کنار هم کار کنن. بازی جوانمردانه مقوله پیچیده‌ایه و هر کس ازش سر در نمیاره. به همین خاطر فدراسیون ایرلند یه لیست از کارهایی که یه تیم باید انجام بده تا کارت سبز بگیره رو منتشر کرد و میتونین تو سایت رسمی این فدراسیون ببینید. و بعضی از این شرایط به این صورتن: اگه خطایی اتفاق افتاد قبل از شروع مجدد بازی، بازیکن‌ها باید با هم دست بدن به مربی‌ها، بازیکن‌های دیگه و برگزار کننده های بازی در هر صورت باید احترام بذارن. قبل از شروع هر بازی تیم رقیب و برگزار کننده ها باید باهاشون دست داده بشه. اگه یه تیم این کارها رو انجام بده کارت سبز دریافت خواهد کرد و این کارت نهایتاً یک بار تو هر بازی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. و اگه هر تیمی حداقل یک کارت سبز تو هر کدوم از تورنمنت ها دریافت نکنه نمیتونه تو جام های قهرمانی آینده شرکت کنه. اینطوری بازیکن ها مجبور میشن بازی جوانمردانه رو رعایت کنن. نظر شما چیه؟ آیا کارت سبز میتونه ایده خوبی باشه یا جذابیت فوتبال رو از بین میبره؟ راستی ویدیوهای زیر هم میتونن خیلی براتون جالب باشن. منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید.